دور خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سالن آسیب دیده هم نشان می‌دهد روند جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده به سرعت در حال انجام است. این صدایی که شما می‌شنوید صدای ماشین‌های در حال کار هستند که خوشبختانه سالم هستند. تعداد خیلی زیادی از زنجیرهایی که تحت اختلال قرار گرفته بود تحت کنترل قرار گرفت و بخشی از کار که مختل شده بود طی روزهای آینده با تلاش شبانه روزی این همکاران برطرف خواهد شد. عامل این اقدام خرابکارانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات شناسایی شده است. این فرد که تصویرش برای اولین بار در این گزارش منتشر می شود رضا کریمی نام دارد که قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است. اقدامات لازم برای دستگیری و بازگرداندن وی به کشور از مسیرهای قانونی در دست پیگیری است. بر اساس گزارش مقامات مربوط در وزارت اطلاعات، پس از ترور شهید فخری زاده، رژیم صهیونیستی عملیات‌های متعددی از قبیل انفجار و ترور در حوزه‌های هسته‌ای و دفاعی تعریضی کرده بود که با هوشیاری وزارت اطلاعات تمامی آنها خنثی شده و افرادی در این رابطه دستگیر و به مقامات قضایی تحویل شدند.